سلام بچه ها به قسمت اول آموزش بازی مافیا خوش اومدین که رایههایزم ب رو دنبال میکنید ص تعریف فول نه با هرجا هستیم تو بر نو سا ها میدارش چیه؟ خب قبل از هر چیزی یه توضیح راجع به خود بازی مافیا بهتون بدم ببینیم بازی مافیا توسط آقای دیمیتری دیویدوف توی یکی از دانشکده های روانشناسی یکی از دانشگاه های روسیه برای اولین بار ابداع میشه و توی ایران هم از تقریبا سال 80 با مزامین مختلف وارد شد و بازی میکردن تا الان که انقدر گسترش پیدا کرده که حتی ما بورد گیم برای بازی مافیا دیدیم که توی ایران وجود داره یه نکته همین ابتدا باید بگم بهتون که چون بازی مافیا بیسش تشخیص دروغ از راسته ممکنه شما یه سری قوانینی که الان من بهتون میگم بگین ما یه جای دیگه بازی کردیم با اون فرق داره اینو دقت کنید کاری که من دارم الان انجام میدم برای بچه هایی که علاقه دارن بازی های مافیای کانال تویچ آروین رو دنبال کنن منظورم آروین شوه و شاید بخوان توی مسابقات مافیای اونجا شرکت کنن و چون قوانین اونجا رو یه جورایی من و آروین با کمک همدیگه و همراه روزالی تاکس داریم تدوین و تبیین میکنیم قوانینی که امروز بهتون میگم شامل حال اونجا میشه و ممکنه شما برین یه جایی دیگه بگین که ا ولی اینکه اینطوری نیست در واقع هیچ قطعیتی برای این قوانین وجود نداره اما چرا من مدعی این مسئلم که قوانینی که خدمتتون عرض میکنم بین تمام مافیاهایی که الان داره توی کافه ها بین دوستان آشنایان انجام میشه بهینه تر این قوانین دلیلش گوشی هم خاموش کنم دلیل اصلیش اینه که من تقریبا چهار پنج سال توی سرورهای ریت کال با خیلی از بچههایی که به مافیا علاقه داشتن نه تنها مافیا بازی میکردیم بلکه ساعتها راجع به قوانین و حتی تغییراتشون با هم دیگه حرف میزدیم و خب خیلی وقتا خیلی باگای زیادی توی بازی پیدا میشد که سعی می با تغییر قوانین و شرایط بازی رو برای تجربه جذاب ترش کنیم پس چیزی که اینجا می تصمیم من نوعی نیست تجربه چندین ساله ایه که پشت این قوانین وجود داره و به نظرم به این سبک و سیاق خیلی خیلی بازی براتون جذاب تره خب برای اون دست از افرادی که اصلا نمیدونن بازی مافیا چیه حتما کپشن این پست رو نگاه کنید آدرس سایت آروین شو توش گذاشته شده برین توی سایت و قسمت آموزش بازی مافیا رو دنبال کنین اونجا هم قوانین گذاشته شده هم نقشایی که امروز راجع بهش حرف میزنم و یه سری کلیات اولیه بازی که امروز خیلی نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم اونجا هست میتونید مراجعه کنید و به راحتی اونا رو یاد بگیرید ممکنه یه سری از شما هم بچه‌ای باشین که هر از گاهی به بازی مافیا شنیدین یا با کلیتش آشنایی دارین و خب الان اومدین اینجا که بیشتر یاد بگیرین یا به طور اتفاقی با این ویدیو برخورد کردین به همین دلیل من توصیه میکنم به آدرس کانال توییچی که باز توی کپشن قرار میدم که آدرس کانال توییچ آروین شو هست هم مراجعه کنین به خاطر اینکه خیلی از اوقات ممکنه بازی مافیا اونجا انجام بشه و شما میتونید به صورت لایف اونجا ببینید بازی رو و تجربه بیشتری راجع به بازی داشته باشین اما بریم سراغ مخاطبین اصلی این ویدیو خب دلیلی که من این ویدیو رو ساختم تا شماها ببینین قسمت اعظمی از بچه‌هایی بود که از طریق بازی مافیایی که توی کانال توییچ آروینشو استریم میشد با من و همینطور این بازی آشنا شده بودن و خیلی سوالات در خصوص بازی میپرسیدن و دوست داشتن بیشتر راجع به استراتژی ها و تاکتیک ها بدونن و امروز قراره که به عنوان قسمت اول فارغ از پرداختن به اندیشه های مافیایی و یه سری استراتژی و تاکتیک ها یه مرور کلی هم روی کلیت بازی مافیا داشته باشیم تا اگه کسی تا حالا با بازی مافیا آشنایی نداشته و داره این ویدیو رو میبینه یه کوچولو آشنا میشه و بریم سراغ بحث اصلی خب همونطور که گفتم بازی مافیا یه بازی برای تشخیص دروغ از راست یعنی شما توی این بازی با هیچ بازی ویدیویی سر و کار ندارید و یه بازی دور همیه و به راحتی میتونید این بازی رو توی خونه هم با فامیل و آشنا و دوستتون هم انجام بدید یا تو محیط‌های مجازی حتی به صورت صوتی مثلا توی دیسکورد یا حتی به صورت متنی هم بعضی بازی ها بازیش میکنن که خب من خیلی توصیه نمیکنم بازی مافیا به این صورته که مثل همه بازی های داور داره و اسم داور بازی مافیا گاده که توی این بازی قراره که بازی رو مدیریت کنه توی این بازی که یه جور رول پلی به حساب میاد وقتی بازی میخواد شروع بشه همه افرادی که توی بازی شرکت میکنن یه نقش میگیرن و نقش ها یا بدن یا خوبن که این نقش هایی که دریافت میکنن به صورت رندوم و تصادفی توسط گاد بازی بهشون اهدا میشه اهدا و وقتی که بازی شروع میشه همونطور که گفتم با توجه به روندی که توی سایت آروین هم به صورت کامل میخونید در طول روز شما میتونید حرف بزنید صحبت کنید همدیگر رو به چالش بکشید و آدم بدهای بازی قرار آدم خوبها رو گمراه کنن و گول بزنن و آدم خوبها باید تشخیص بدن کی توی بازی راست میگه و کی داره دروغ میگه و پیامد این اتفاقات روز منجر میشه به رایگیری که طی اون یک نفر ممکن از بازی حذف بشه میگم ممکن یعنی ممکنه توی روز هم بنا به شرایط خاصی که حالا توی سایت هست و میتونید کامل ببینید کسی از بازی هست نشه اما توی شب چه اتفاقاتی میفته وقتی وارد فاز شب بازی میشیم هم یه سری از نقشدارها فعالیت و عمل کردی توی شب دارن که خب بر اساس هماهنگی که با گاد انجام میدن نهایتا توسط گاد روایت شب اتفاق میفته و بازیکنایی که در طول روسو سر کله هم میزدن اتفاقات شب هم می و این لوپ ادامه پیدا میکنه تا اینکه یا تیم مافیا ببره یا تیم پلیس قبل از اینکه وارد بخش اصلی بشیم و با این پیش فرض که شما خیلی از چیزها رو میدونین صحبت اصلی رو شروع کنین تاکید میکنم اگر این کلیتی که من براتون توضیح دادم براتون گنگه یا بعدا در ادامه ویدیو اسامی مثل دان ترور 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 یا روینتن یا هم, سال هم این اسما قرار اذیتتون کنه حتما کپشن رو بخونین به سایت آروین شو برین که با هم نقش ها، که هم با نقش ها آشنا بشین که با هم که هم با نقش آشنا بشین و هم با قوانین بازی هم آشنایی بیشتری پیدا کنیم خب از الان به بعد روی صحبت همون بچه هایی که بازی مافیا آشناییت دارن اولین نکته ای که من میخوام بهتون یاد بدم اینه ای که قراره توی هر ویدیو من به یه سری اندیشه های مافیایی بپردازم وقتی میگم اندیشه های مافیایی یعنی جملاتی که قراره در طول روند بازی هاتون همیشه تاثیر داشته باشن و هیچ وقت نباید فراموششون کنید این اندیشه های مافیایی قوانینی هستن که بر تمامی بازی های شما حک فرمان و ترتیبشون ولی خیلی اهمیت داره. امروز قراره یه اندیشه مافیایی بهتون یاد بدم که مهمترین اندیشه مافیایی هم به حساب میاد و اونم اینه که هیچ چیز همیشگی نیست حتی خود این اندیشه مافیایی این مهمترین چیزیه که باید یاد بگیرید توی بازی مافیا چون ما با آدما سر و کار داریم شما نمیتونید بر اساس یک دو دو تا چهار تای ساده استدلال کنی وقتی میگم استدلال من خیلی دیدم که مثلا توی بازی مافیا یه نفر اومده میگه که فلانی هر وقت مافیاس فلان کارو میکنه شما وقتی با یه آدم سر و کار دارین آدم میتونه هر لحظه تغییر موضع بده فرض بگیرید یه آدمی که همیشه پلیسه و یه رفتار تکراری رو داره وقتی که مافیا میشه قدر به خودش مسلطه که باز همون رفتار رو داره شما نمیتونید با همچین استدلالی تشخیص بدین که این آدم دروغه یا راسته بنابراین این اندیشه مافیایی رو همیشه به خاطرتون باشه برای اینکه دلایل قزن غیر تکی نیاریم وسط بازی مافیا و با دلیل این چنینی سعی نکنین به کسی تارگت بزنین رو یا روی یه نفر مهر تایید بزنین خب قبل از توضیحات اصلی من لازم حتما حتما یه کتاب رو هم بهتون معرفی کنم که اونم کتاب تو دوربین مشخصه آره تشخیص دروغ در پنج دقیقه نوشته آقای دیوید جی لیبرمن مترجم آقای رضا ابراهیمی که اطلاعات ناشر رو بقیه اطلاعات کتاب برای اینکه بتونید تهیه کنین رو حتما توی کپشن قرار میدم اینم رو میتونید توی کپشن پیدا کنید و برین بخرین و بخونینش این کتاب خیلی بهتون کمک میکنه توی تشخیص که قراره توی بازی مافیا انجام بدین ولی تمامی اصولی که توی این کتاب هم مطرح میشه بر اساس اولین اندیشه مافیایی که امروز بهتون یاد دادم همیشگی نیستن پس یه نکته رو قبل از اینکه وارد یکی از استراتژی هایی که میخوام امروز بهتون یاد بدم بشیم فراموش نکنین اونم اینه که اگه ای چیزی رو یاد گرفتین فکر نکنید که قرار همه جا کاربرد داشته باشه و ازش استفاده کنید. اما در خصوص بازی مافیا چیزی که شما واقعا بهش احتیاج دارین و خیلی بهتون کمک میکنه موقع بازی مافیا استفاده از کاغذ و قلمه دلیلش هم اینه که شما باید وقایع کل بازی رو ثبت کنید توی بازی مافیا اینقدر وقایع صحبت ها و حرف ها و شرایطی پیش میاد که قطعا مغز یک انسان به راحتی نمیتونه همه اونا رو به خاطرش بسپره و در طول روند بازی هم فراموش نکنه بنابراین ثبت وقایع خیلی خیلی میتونه کار جذابی باشه اما اولین سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که خب من اگه قرار باشه بشینم یه ضرب فقط بنویسم هم عقب میمونم از خود بازی و نوبت خودم که میشه نمیتونم چی بگم هم از طرف دیگه ممکنه خیلی از مطالبی هم که گفته میشه نتونم کامل روی کاغذ بیارم بنابراین امروز میخوایم نحوه نوت برداری یه بازی مافیا رو بهتون یاد بدیم پس امروز تنها چیزی که شما یاد میگیرید نحوه نوشتن اونم تو بخش مقدماتی چون نوت برداری ما بعد از بخش مقدماتی بخش حرفه ایش هم داریم که مجزا باید توضیح بدیم اما برای شروع چیز بدی نیست ببینین یه اصلی حاکمه میگه که زمانی که شما توی جوامع بزرگ باشین احتمال وقوع جرم بیشتره دلیلش هم ناآگاهی جمعی بالاست یعنی شما توی شهر وقتی راه میرین خیلی از آدما رو نمیشناسین بنابراین آدما وقتی میخوان یه جرمی مرتکب بشن نگران شناسایی شدن نیستن واسه همینم هم هست که شما میزان جرمی که در طول یک سال توی یه روستا اتفاق میفته رو میبینین خیلی خیلی بیشتر از یه شهره حالا این چه ربطی به بازی مافیا داره و چه رفتی به نوت برداری نکتش اینجاست که روز اول بازی مافیا انقدر تعداد افراد زیاده به نسبت روزهای بعدی و چون هنوز هیچ چیزی برای کسی مشخص نیست عملا ناآگاهی جمعی بالاست و ذریب ارتکاب جرمم بیشتره باز این چه تاثیر روی نوت داره این برمیگرده به یکی از اصول اولیه جرم شناسی اونم اینه که مهمترین ردپاهای یه مجرم قبل از تصمیم ارتکابه به جرمش اتفاق میفته یعنی از خیلی یعنی خیلی از این مجرمایی که میبینید شناسایی میشن به دلیل موارد و مدارکی که در حین ارتکاب جرم ازشون به مونده کشفشون نمیکنن چون معمولا این مجرم وقتی داره یه جرمی رو مرتکب میشه پشمندش هم داره مدارک رو از بین میبره و عموما به خاطر سوتی هایی که قبل از تصمیم به ارتکاب جرمشون انجام دادن شناسایی میشن توی بازی مافیا اینطوریه که معمولا مافیا باسا به صورت نرمال نه به صورت خیلی حرفه ای وقتی بازی رو شروع میکنن باری به هر جهتن میگن اوکی نقشمون رو که گرفتیم حالا بریم تو بازی ببینیم چی پیش میاد وقتی با همچین طرز تفکری میان روز اول بازی راند اول میشه مهمترین راند بازی چرا؟ چون هنوز تصمیم به ارتکاب جرم توسط مافیا گرفته نشده یعنی مافیا تو راند اول هنوز تصمیم نگرفته دروغ بگم به یه نفر اتهام دروغی بزنم نزنم چرا باید بزنم و الی آخر بنابراین به ترتیبی که میگم نوت اهمیت خیلی شدیدی داره یک تمامی صحبت های راند اول روز اول باید یادداشت بشه بی کم و کاست یعنی باید انقدر توند بنویسین و یاد بگیرین توند بنویسین که تو راند اول روز اول تمامی دیالوگا رو یادداشت کنین فراموش نکنین این دیالوگای راند اول روز اول کلیدی دیتایی یعنی که توی بازی مافیا برای کشف حقیقت در اختیار شما قرار داره و خیلی وقتا ما از کنارش ساده میگذریم نگین پیش خودتون حالا این چه جمله ای بود حالا این که خیلی مهم نیست این هر کاری که طرف میکنه باید یادداشت بشه اما از راند دوم به بعد این قضیه یک کم فرق میکنه یعنی بعد از اینکه راند اول کامل یادداشت شد شما سعی کنید راند دوم و راند سوم تا زمان رأی رو خلاصه برداری کنید و عملا روز اول بازی یه جورایی باید 70 80 درصد مطالب نوشته بشن ممکنه براتون سوال بشه که خب روزهای بعدی باید چیکار کنیم اون میره تو مرحله پیشرفته فعلا میخوایم شما استدلال کردن از اطلاعات موجود و طلایی بازی رو یاد بگیرین یعنی همون بازی که قبلا میکردین رو بکنین با این تفاوت که از این بعد روز اول بازی راند اول و روز اول رو کامل مینویسین بقیه راندها رو سعی میکنین خلاصه برداری کنین به طوری که 70 80 درصد مطالب حتما روی کاغذتون باشه و این کاغذ تا آخر بازی جلوتون باشه و هر جا ذهنتون گیر کرد و راجع به یه آدم گنگ بود همه چیز براتون یه مراجعه مجدد بهش بکنید مطالبتون رو مرور کنین و ببینین که آیا تناقضی توی گفتار یه فرد با روز اولش پیدا میکنین یا نه و اگر تناقض پیدا کردین اون آدم میتونه مافیای بازی باشه چرا میگم میتونه به خاطر اینکه هیچ چیز همیشگی نیست بس قری اندیشه مافیایی هم هی مدام مرور کنیم اما بجو صحبت هایی که در طول راند هایی که در روز اول انجام میشه یادداشت میکنید فراموش نکنید اگر توی بازی اون روز داور بازی این روز اول بازی میگم داور بازی گاد بازی تصمیم گرفت چلنج بده یا تحلیل بده یا هر چیزی هر کسی که نوبت میگیره اسمشو یادداشت کنید ممکنه گاد بازی بگه فقط من به یک نفر تایم تحلیل میدم اما پنج نفر برای تحلیل نوبت بخوان بگیرن شما کار نداشته باشید کی تونست تحلیل رو بگیره چون ممکنه پینگش بهتر بوده باشه اسم تمامی افرادی که دوست دارن تحلیل بگیرن و بنویسین موقع رای گیری اسم تمامی افرادی که سعی میکنن نوبت بگیرن برای رای گیری رو بنویسین. شاید الان باز بپرسین که خب چه اهمیتی داره یکی نوبت بگیره یا نگیره. دلیلش اینه که عموما افراد وقتی نقشی داخل بازی دارن احساس مسئولیت میکنن. این نقش میتونه منفی باشه یا مثبت باشه و به همین دلیل توی بازی به نسبت یه پلیس ساده اکتیو ترن. و واسه همین شما خیلی از اوقات میتونید افراد مشکوک رو به خاطر تعدد این رفتار مورد خطاب قرار بدین یا بازجویشون کنین در واقع هر کی یک صد مافیا نیست یا هر کی که سریع اومد نوبت بگیره مافیای بازی نیست اما اگر این رفتار مدام تکرار بشه این آدم میتونه نقشدار بازی باشه و اونجاست که شما باید تشخیص بدین که این فرد نقشدار خوب بازیه یا نقشدار بد بازیه و یادتون نره که این جریان همیشگی نیست دلیل اصلش هم اینه که توی سطح خیلی حرفه‌ای وقتی مافیا بازی میکنین ممکنه یه پلیس ساده همین اکتیویتی رو داشته باشه و هرچی شما بازیتون بهتر میشه به این نتیجه میرسین که نقشی که گاد بازی به شما میده اهمیتی نداره اون رولیه که شما در قبال نقشتون بازی میکنین و اهمیت خیلی مهم اهمیت اینج... این, این خیلی مهمتره که چه جوری قراره بازیش کنین وگرنه هیچ تفاوتی بین یه پلیس ساده و یه کاراگاه در طول روز بازی نیست فقط اون میتونه توی شب یه استلام بگیره این یکی نمیتونه ولی چون این پروسه زمان بره و اکثر شماها اوایل شروع بازی مافیا هستین این نکته در نظر بگیرین که زمیر ناخداگاه خیلی از شماها به شماها این اجازه رو نمیده که در حالتی که نقش خاصی توی بازی ندارین اکتیو باشین واسه همین سعی کنین رفتار افرادی رو که زیاد اکتیون توی بازی زیر نظر بگیرید و برای اینکه یادداشتشون کنین از همون روز اول شروع کنین به نوشتن اسامی کسایی که وقت گرفتن خب این پارت اول جریان بود و هر چیزی که هر چی میگم هر چیزی هر چی که میریم جلوتر قراره من کاملتر و وسیعتر راجع بازی حرف بزنم یه درخواست ازتون دارم چون من امروز شروع کردم از اون طرفم آروین داره سایت رو تکمیل میکنه یه بخشایش ممکنه ناقص باشه یه بخشایش ممکنه کامل باشه اگر نقصی وجود داشت حتما توی کامنت بنویسین چون من هم ارجاع میدم به آروین هم اگه چیزاش مرتبط به خودم باشه تو محتوایی که قرار براتون درست کنم و ضبط کنم توی موارد بعدی اصلاح میکنم و نکته دیگه که ازتون میخوام اینه که کمبود محتوای یه جورایی میشه گفت آموزشی امروز رو ببخشین به خاطر که مجبور بودم تمام این مقدمه ها رو بیارم یعنی بگم آقا اگه تا بازی نکردی حتما کپشن رو بخون جایی که بازی میکنیم هست سایتی که اطلاعاتو داده هست و خودمان بیام یه پیش مقدمه بگم پس اگر جزو قسمت اعظمی از مخاطبین بازی مافیا هستیم که راجع به بازی خیلی میدونستیم و فقط امروز مقوله نوتبرداری به صورت مقدماتی براتون جذاب بوده نگران نباشید توی قسمت های بعدی من قطعا محتواهای بهتری رو خدمتتون ارائه میکنم اگر هم که دفعه اولیه که دارین این پست رو میبینین و بازی های مافیا رو هم دنبال میکردین حتی منو ساب کنید لایک هم فراموش نکنید چون دنبال کردن این مطالب برای من زمانی انگیزه ایجاد میکنه که بدونم دیدین بنابراین کامنت گذاشتن و لایک کردن و ساب کردن به من انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری در این زمینه درست کنم روز خوبی داشته باشین فعلا